اما اگر شما تغییر پرسپکتیو نداشته باشید مثل این چیزی که ما اینجا الان داریم ما تغییر پرسپکتیوی به اون صورت نداریم این مچ مووی که توسط ترانسفورم انجام میشه هم میتونه برای شما خیلی کاربردی باشه من اینجا مچ موو رو اضافه میکنم خود کلیپ رو محو میکنم که نبینیمش و به جای فور کورنرز رو میذارم روی ترانسفورم و ریستش میکنم و میزنم اسکیل و روتیشن ترانسفورم معمولا به دو تا مارکر بیشتر نیاز نداره و ما با همون دوتا میتونیم کارمون رو انجام بدیم یه چیزی که توی این درس شاید بعد نماشه بدونید اینه که شما یه ترک سایز دارید که خب اندازه این رو تعیین میکنه یه سرچ سایز دارید که میگه مثلا توی فریم بعدی توی چه ابعاد و چه جای دنبال این پیکسل ها بگرده اگه خیلی کوچیک باشه معمولا نمیتونه درست ترکش بکنه یه فیل تالرنس دارید که اگه این پیکسل ها چقدر تغییر رنگ و تغییر شکل دادن به عنوان مشکل در نظر بگیر و یه فیل بیهیویر داره این فیل بیهیویر شما خیلی مهمه اگر شما بگید زمانی که توی ترک به مشکل برخورد کردی اسمارت ریترای کن خودش میاد دنبال یه سلوشن میگرده برای حل کردن مشکل اگر شما بگید استاب کن خودتون باید اون مشکل رو تو اون فریم حل بکنین اگر بگید پردیکت بکن که هم پیشبینیه خودش حدس میزنه بر اساس حرکت قبل که اتفاقی که افتاده چی بوده پردیکت ان کی سر هر کدوم از این دفعاتی که این اتفاق میفته یک کی فریم میذاره و دون پردیکت هم که اصلا پیش بینی نمیکنه اتفاق چیه و فقط دنبال میکنه یوز existing کی برای زمانی که شما خودتون دستی اومدید و یه سری از جاها کی فریم واسش تعیین کردید من معمولا روی استاپ میذارم چون نمیخوام زمانی که مشکل پیدا کرد ترک من نرم افزار خودش به صورت خودسر ادامه بده به ترک کردن و خودم میخوام تعیین بکنم واسش که چه اتفاقی بیفته خب اینجا ما تقریبا سلوشن خوبی داشتیم که از حرکت واین نست داد و من حالا انکور یا روتیشن هم, هم اگر چک بکنم جفتش هم باید نسبتا خوب باشه حالا من روشن میکنم تصویرم رو مزیتی که این اتفاق داره ترانسفورمی که شما بعدش میتونید جای خود تصویرتون رو جابجا جا بکنید و دیگه مثل فور کورنرز نیست که چهار گوش تصویر شما رو تقریبا در اختیار بگیره و نذاره که شما کار دیگه بکنید من حالا اینجا اگه بخوام میتونم یه مقدار اون رو جابجا جا بکنم بیارم حالا مثلا توی همچین شرایطی قرار بدم چون فقط حرکت رو محاسبه کرده Uh, یه مقدار شاید آزادی عمل بیشتری ما اینجا داشته باشیم حتی من میتونم چهار تا گوشم رو هم تغییر بدم و بیارم اونجایی بذارم که فکر میکنم درست تره خب این بار هم میتونیم ما نتیجه رو با هم ببینیم خب علا خیلی خوب نشد این تغییری که من ایجاد کردم روش ببینم اگر این رو اینجا بذارم و یه مقدار کوچیک ترش بکنم چه اتفاقی براش میفته خب یه مقداری باز به مشکل برخورد کردیم که به هر حال به خاطر تغییراتی که توی تصویر زیری وجود داره و حالا باز باید با کی فریم و یه مقدار چیزهای دیگه این تغییر رو جبران بکنیم اصولا انجام این کار توی موشن شاید یه مقدار زمان برتر باشه از نرم افزارهای دیگه همونطور که توی درس قبلی گفتم ولی به هر یه امکانی که شما میتونید اطلاع داشته باشید ازش و اگر خواستید ازش استفاده بکنید درس های بعدی که استیبلایز و آن استیبلایزه شاید یه مقداری برای ما کاربردی تر باشه